شهر باران. بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان بیننده، روز نمازتون قبول باشه انشالله و ما را هم سر سفره افطار دعا بکنید. اگر دقت کرده باشید در همین فضای مجازی بعضی ها هستن که به مجرد اینکه یک مطلبی رو میشنون و میخونن سریع همون رو منتشر میکنن و خیلی پیگیری نمیکنن که آیا این مطلب درسته یا غلط. ادعی هم هستن که نه، در اون مسئله تحقیق میکنن، فکر میکنن، اندیشه میکنن، از افراد دیگه میپرسن و بعد از اینکه مطمئن شدن حالا اقدام به انتشار اون با افراد دیگه میکنن. برنامه شهر باران فرصتی است برای اینکه ما درباره بعضی از موضوعاتی که خب بیشتر افراد درگیر اون هستن و ذهنشون درگیره سوالاتی رو مطرح میکنیم، باز هم سوالاتی که خود شما مطرح میکنید، موضوعاتی که شما انتخاب میکنید و سعی میکنیم در فرصت برنامه به گفتگو با کارشناس برنامه بپردازیم و ببینیم که آیا این مطالبی که گفته میشه درسته یا نادرسته، تا چند اندازه درسته و به هر حال بشه یک موضوعی که ما در رابطه با اون تفکر بیشتری داشته باشیم. میتونید پیامک بزنید به 3014، موضوعات رو شما مطرح کنید، سوالات رو شما مطرح بکنید، به نمایندگی از شما در برنامه شهر باران این سوالات طرح خواهد شد. ما رو همراهی بفرمایید در شهر باران. خیلی از موضوعاتی که مطرح شد در باب خلقت، در رابطه با رابطه خالق با مخلوق، مخلوق و خالق، بحثایی در رابطه با تلسم داشتیم، بحثایی در رابطه با دعا داشتیم و بخشی هم برمیگشت به بحث روزی. خب مطلبی که درباره تلسم این صحبت‌ها بود بخشش به نوعی مرتبط بود با روزی افراد، بحثی مربوط به ابتلا و آزمایش. به همین خاطر سهم عمده‌ای از پیامک‌ها به این سمت رفت که اصلا رزق و روزی یعنی چی و در باب همین مفهوم رزق و روزی دوستان سوالاتی رو مطرح کردن. این شد که یک برنامه رو اختصاص بدیم به بحث رزق و روزی، اینکه رزق و روزی تعریفش چیه، آیا رزق و روزی محتوم مشخص، ما نمیباید تلاشی بکنیم، اگر تلاش بکنیم در واقع کوشش بی‌فایده است. ایده هم گفتن که نه حتما میباید تلاش بکنیم، حالا سهم اضافهش چطوره، یرزق من یشا به غیر حساب چیه و البته سوالات دیگه‌ای که ممکنه شما عزیزان همین الان در ذهنتون اومده باشه. میتونید پیامک بزنید به 3014. بعد از فاصله که خواهیم گرفت طرح بحث خواهیم کرد با کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین رضا محمدی. راه‌های ارتباطی با برنامه شهر باران، سامانه پیامکی 3014 و یا در صفحه تعاملی پیام رسان سروش به آدرس @شهرباران میتونید بخش‌های تولیدی برنامه رو ببینید و یا پیام‌ها و سوالات خودتون رو از این طریق به برنامه برسونید. برای این کار کافیه پیام رسان سروش رو در گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید و در صفحه کانال‌های رسمی در بخش رمضان برنامه شهر باران رو انتخاب کنید. از این طریق میتونید عکس‌ها و فیلم‌ها با موضوع حال و هوای رمضان در شهر و دیار خودتون رو به دست ما برسونید. از اینکه این برنامه رو انتخاب کردید بسیار سپاسگزاریم و این نشون میده که شما دغدغه‌های فکری و اندیشه‌ای دارید و این خیلی ارزشمنده. در خدمت میهمان محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای رضا محمدی. آقا سلام علیکم. خیلی خوش اومدید. سلام علیکم و رحمت الله و متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز بیننده و عرض تبریک و تهنیت به مناسبت امشب که میلاد با سعادت کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام هم هست، که عظمت امام مجتبی علیه السلام و سیره امام مجتبی علیه السلام انقدر درس آموزی که انسان ساعت‌ها و سال‌ها بهره ببره باز هم هنوز جا داره. این میلاد با سعادت رو خدمت شما دوستان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و خداوند متعال رو شاکرم که باز توفیق نصیب شد که خدمتتون باشیم. ان‌شاءالله که گفتنمون، شنیدنمون، وقت گذاشتنمون برای خدا باشه. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. ان‌شاءالله که برنامه برای شما و برای ما قابل استفاده ان‌شاءالله باشه.
انشالله به شما هم تبریک میگیم ایام رو. خب حاجی محمدی، بخشی از پیامک ها در رابطه با رزق و روزی در موضوعاتی که مطرح شد، بحث ابتلا و امتحان و بحث‌های طلسم و این صحبت ها، خب به نظر می اومد دغدغه بعضی از عزیزان بیننده در رابطه با رزق و روزیه که حالا چطوری اون رو بتونن زیادش بکنن، کم بکنن. دیروز هم خب یه مقدار صحبت شد، منتها اجازه بفرمایید که من با این سوال شروع کنم. اصلا مفهوم رزق و روزی یعنی چی؟ فقط اتفاقات مادی رو ما رزق و روزی در نظر میگیریم یا اینکه نه چیزای دیگه ای هم هست؟ نه، روزی رو میشه در یک تقسیم به دو بخش تقسیم کرد، روزی مادی و غیر مادی. تعریف روزی مادی اینه آنچه که انسان مصرف میکنه، بنابراین اون چیزی انسان به دست آورده اون اسمش روزی نیست. روزی نیست که انسان مصرف میکنه، حالا خوردن، پوشیدن، نمیدونم، اون اسمش روزی است. روزی معنوی اینجوری نیست که به انسان میگه اون چیزی که مصرف میکنه، مثلا علم و انسان داره همراه خودش هم میبره. مثل روزی مادی نیست که بگیم خورد تمام شد، یا کمالات دیگه‌ای که روزی محسوب میشن، یا زیارت که روزی محسوب میشه، ترک گناه که روزی محسوب میشه. اینها ما روزی معنوی تو ربات ما خیلی زیاد هست، تو دعاها خیلی زیاد هست. پس در تقسیم اول روزی شد دو شاخه، مادی و معنوی. مادی و معنوی. روزی مادی به اون چیزی که انسان مصرف میکنه. خود اون روزی مادی هم باز دو شاخه میشه. یه فرمایش زیبایی از آقا امیرالاسلام در نهج البلاغه هست، نامه 31 نهج البلاغه، میفرماید که خطاب به فرزندش: الرزق و رزقان، رزق یطلبوک و رزق تطلبوه. روزی دو شاخه میشه، یک روزی که دنبال تو میاد، آنچه نصیب است نه کم میدهن، گر نستانی به ستم میدهن، و اون روزی که تو دنبال او هستی. اونی که دنبال انسان میاد، اون به هر حال به انسان خواهد رسید، گرچه او باید وظیفه خودش انجام بده، کار تلاش رو بکنه، اما اون روزی سرانجام به انسان خواهد رسید. روزی دومی وجود داره که ما دنبالشیم، اون اگه انسان دنبالش باشه خب بهش خواهد رسید، اگر نباشه طبعا بهش نخواهد رسید. پس روزی رو ما اول دو شاخه تقسیم کردیم، مادی و معنوی، بعد مادی رو دو شاخش کردیم، رزق یطلبوک و رزق تطلبوه، که هر کدام از کنم که رزق تطلبوه و رزق یطلبوک، که هر کدام باز شاخه‌ای داشتن. روزی معنوی هم که خیلی وسیع هست، اونا دو قسمت نیست؟ نه دیگه، یعنی علمی که ما سمتش بریم، یا اینکه نه یک خلاقیتی که در درون یک فرد جوشش میگیره. تنها علم نیست. در مورد علم چرا؟ از حالی ارسان فرمودن که العلم و علمان مطبوعون و مسموعون، ولا ینفع المسموع اذ لم یکن المطبوع. در علم اینو داریم که یه علمیست که اوتول علمه، یک علمیست که اکتسب العلمه. اما در موارد دیگه اینجوری نیست. در عبادت مثلا بگیم که عبادتی که ما میدن، عبادت فطری و باطنی، عبادت خارجی، یا مثلا در ترک گناه، چون اللهم ارزقنی توفیق طاعه و بعد المعصیه و عرفان الحرمه، اینا همش روزیه دیگه. بله، اون روزی ها دیگه نمیشه به این شکل دو شاخش کرد. بسیار عالی. این بحثی که در رابطه با رزق و روزی مطرح فرمودید، رزق و روزی که ما به دنبالش میریم و به دست میاریم و ممکنم است به دست نیاریم، رزق و روزی که چه تلاش بکنیم چه تلاش نکنیم به ما میرسه. نه، اونم باید تلاش بکنیم، ما باید دستمون انجام بدیم. یعنی آخه خب من انگاره من حداقل این بود که رزق و روزی هست که من تلاش بکنم یا نکنم برای من میاد، او به سمت من داره میاد، او به سمت شما میاد، اما شما هم وظیفه دارید که وظیفه خودتون انجام بدید. انجام ندم چی؟ از بین میره اون روزی؟ حداقل اون بخش قابل توجهش به شما دیگه نخواهد رسید. یعنی همون روزی هم اگه شما تو خونه بنشینی و بگیش من نشستم اینجا که روزی از آسمون بیاد، هرگز نخواهد آمد. همون روزی که دنبال انسان هست، اونم باید اسبابشو به کار بگیرید، ولی سرانجام انسان به اون روزی خواهد رسید. یعنی شاید خداوند میگه برو بیرون تا این روزی به تو به دست تو بیاد، یا میگه دعا کن تا اون روزی برای تو بیاد. ولی به هر حال انسان وظیفه داره که لیس للانسان الا ما سعی مطلقا. چنانچه بیم این بخش شما سعی نکنید میاد، ولی این تقسیم در فرمایش حضرت هست، بیشتر اون بخشی است که حضرت میخواد بفرماید که اون چی بناس به تو برسه رو خیلی خود با آب آتش نزن، نه اینکه وظیفه انجام نده. خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. بله، با آب آتش خیلی نزن، اون چی نصیب است میرسه خودش. بسیار عالی. خب ما میام در رابطه با این بحث روزی که ما به دنبالش هستیم، یعنی ما میباید تلاش بکنیم و به دست بیاریم، آیا این هم حد و حدودی داره یا این که نه بی نهایته، ما هر میزان که تلاش بکنیم به همون نسبت کسبش میکنیم؟
نه طبعا که همه چی در عالم در دنیا همه چی محدوده و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. نه مقصودم اینه که تلاش بیشتر ما بیشتر سهر در مومیه. قطعا اینجوریست. قطعا بیشتره. و اتفاقا توصیه شده به کسب روزی. روایت فراوانی داریم که اهل بیت به شدت نهی کردن از این که انسان بخواد عاطل و باطل باشه، تنبلی کنه و تصور کنه که حالا خدا من روزی خواهد داد. به عبارت دیگه خود طلب روزی از بهترین عباداته. حالا من روایتی رو اینجا آوردم، مثلا از پیامبر داریم که فرماید که طلب الحلال یا طلب روزی از بهترین اجزا 70 گانه عبادته. اگر عبادت 70 جز باشه پیامبر فرمودن العبادت 70 جزء افضلها طلب الحلال، برترین عبادت ها اینه که انسان دنبال حلال باشه. یا اینکه امام صادق علیه السلام فرمودن از قول پیامبر که من با تکالم من طلب الحلال بات مغفورا له، کسی که در حالی شبش رو روزش رو به شب بیاره که دنبال حلال هست، این آمرزیده شبش به پایان روز رسیده. و روایت از این در این زمینه خیلی زیاد داریم که اومد خدمت امام صادق علیه السلام و گفت که من تو خونه نشستم دارم عبادت میکنم. گفت که این روایت اینه که در این روایت اومد خدمت امام صادق گفت که برای من دعا کن، ادعو الله ان یرزقنی. امام فرمود که من دعا نمی کنم برات. چرا؟ بله فرمود من برات دعا نمی کنم. اطلب کما امرک الله عز و جل، برو دنبال روزی، بیا برای من دعا کن. چیه؟ تو داری تلاش کنی. منظورش این بود که من کار نمی کنم، شما دعا کنید که من به روزی برسم. امام فرمود نه، برو دنبال روزی و روزی رو به دست بیار. این روایتی ما اصلا بخونم که خیلی روایت جالبی بود که امام صادق علیه السلام گفت که من دارم تو خونه عبادت میکنم و روایت اینه که رجلون قال لعقودن نفی بیتی، تو خونم نشستم ولا اصلین نه ولا اصومن نه ولا عبودن نه ربی، گفت دارم نماز میکنم، روزه میگیرم، عبادت میکنم، خدا رو عبادت میکنه. آره مشغول عبادتم. فاما رزقی فسیعتینی، روزی میرسه، رزقم میرسه. فقال ابو عبدالله علیه السلام هذا احد الثلاثه الذين لا يستجاب لهم. فرمود این از اون سه گروهی هستن که دعاشون اصلا مستجاب نمیشه. این از زمره کسانی که دعاشون مستجاب نمیشه اینه که انسان تو خونه بنشینه بیا خدای روزی منو برسون. یه شخصی به نام محمد المنکدر، امام باقر علیه السلام دید که داره کارو تلاش میکنه، تو مزرعه داره کار میکنه، عرق میریزه. گفت که بزرگی از بزرگان قریش، شیخ از شیوخ قریش، روز گرم تابستون داره اینجوری تلاش میکنه، برم نصیحتش کنم. رفت خدمت امام و گفت که اگر در همین حال مرگ شما فرا برسه جواب خدا رو چی میدی؟ امام یه قیافه جدی خودش گرفت، فرمود که در بهترین حالتها در این صورت مرگ من فرا رسیده، در حالی که دارم کار میکنم برای اینکه طلب حلال کنم، اگر مرگم برسد در بهترین حالتها مرگم رسیده، من دارم کار میکنم که به مردم و امثال تو محتاج نباشم. از این دست روایت زیاد داریم که حالا اگه بخوام لازم باشم شاید من 15 تاش الان همراه اینجا هست که بخوام بخونم برای دوستان. که خلاصش اینه که اهل بیت به شدت نهی میکردن از این که ما تنبلی و بیکاری بکنیم، بعدم انتظار داشته باشیم که حالا به جایی برسیم. چون بعضی از ما مسلمان ها خیال میکنیم که خب خدا که روزی میده پس دیگه کار برای چی، تلاش برای چی؟ نه، این درست نیست. باید دنبال طلب روزی بود، بله، برای به دست آوردن روزی ما باید منحصر به این علل و اسباب مادی نباشیم، علل و اسباب معنوی رو هم ببینیم. یعنی هم در اون بخش مادیش هم در بخش معنوی دست خدا رو ببینیم. در بخش معنوی در کنار تلاش و کار ما از کنم که دعا رو هم ببینیم، صدقه و انفاق رو هم ببینیم، آنچه که به عنوان علل وسعت روزی است که حالا شاید من اون رو هم باز روایت شخص خدمت دوستان خوندم، اونها رو هم ببینیم. بسیار عالی. خب بچه‌ها ببینید، ما بعضی از مشاغل رو داریم که اینا سهم آورده مالیشون نسبتاً زیاده، بعضی از مشاغل هم هست سهم آورده مالی نسبتاً کمی دارن، بعضی از مشاغل رو داریم که اینها
روزی رو به دست میاریم، اما به سختی، یعنی خیلی سختی داره، مشقت داره. بعضی از کارها هم هست که خیلی آسونه و همون مقدار روزی هم ممکنه برای ما به دست بیاره. آیا ما تعریفی داریم مبنی بر اینکه این روزی رو که ما میبایست به دست بیاریم از چه طریق انتخاب کنیم؟ مثلا بگیم دنبال کار پرمشقت، اون ثوابش بیشتره، برکتش بیشتره، چه میدونم، اینا منافاتی نداره با هم دیگه؟ نه، فقط نگاه اسلام اینه که ما اینجا نگاهمون نگاه معنوی و نگاه کلی باشه، کدامی که از این شغلها ما رو راحت‌تر به مقصد میرسونه. بر این اساس بعضی از شغلها حرامه ولی اینکه درآمد خیلی زیاد داره، بعضی از شغلها مکروهه ولی اینکه ممکنه درآمدش هم خوب باشه. این گونه امور رو داریم. بعضی از شغلها مستحبه ولی اینکه ممکنه درآمدش، نگاه این گونه هست، نگاه همون نگاه کلی که اسلام به همه عالم داره. آنچه که انسان رو در سمت کمال جلو میبره اون مهمه، نه اینکه حالا درآمدش بیشتره یا درآمدش کمتره، زودتر انسان به نتیجه میرسه یا دیرتر. نه، انسان باید کار کنه، باید وظیفه انجام بده و یه تقسیم کاری هم به طور طبیعی در عالم هست. نمیشه همه مثلا پزشک باشن، همه فرض کن مهندس باشن، همه فرض کن که بازرگان باشن، کارگرم لازم هست. هر کدام هم اینها هم معیار نیست. ای از خدا بپرسیم که اون کسی که مثلا فرض کن شغلش تجارته و مثلا در هر روز فرض کنیم مثلا چند میلیون درآمد داره، اون پیش تو عزیزتره یا اون کارگر ساده ساختمانی که صبح تا غروب عرق می‌ریزه مثلا فرض کنیم یک مبلغ کم؟ خدا به هر حال اینها معیار نیست. اکرمکم عند الله اتقاکم، اون معیار چیز دیگه است. تو اینکه تو همین کار کدامشون کار رو بهتر انجام بدن، کدامشون صادقانه تر کار بکنن، کدامشون درست تر کار کنن. اون کارگر اگه کارش درست انجام میده، از اون شخصی که حالا تاجره یا از اون کسی که مسئوله، اون کسی که مثلا فرض کنم وزیره، وکیله، اینا هیچ کدام معیار نیست. اینو از این جهت سوال کردم آقای محمدی که به هر حال فارغ از این بحثی که کدوم نزد خداوند ارج و قربی دارن، پاسخ از داری کاملا متین، از این بابت که یک عده خب مشاغلی انتخاب میکنن که بضاعت این شغل در اون تولیدی که داره، در اون جلب روزی که داره، خب سقف خیلی کمتری داره و بعد اینها ناراحت این قضیه میشن که خب چرا خداوند به ما روزی بیشتری نداد. آیا می توانیم به این بگیم که این شخص که این خداوند به تو رزق و روزی میداد، اما خب خود تو این شغل رو انتخاب کردی، خود تو این مسیر رو انتخاب کردی و به همین خاطر رزق و روزی در همین اندازه است، خودت مقیدش کردی، به خداوند ربطی نداره؟ بله، اگه با اختیار خودش انتخاب کرده و استعدادها، توانمندیها و مصالح فردی، خانوادگی اینها رو مراعات نکرده، خب طبیعی است که خب محصول خودشه و دیگه. اگه اینها رو مراعات کرده در اینها روزش تنگه، وقت جای تسلیم و رضا و بحثای دیگه اون بحثا باید مطرح بشه. ایشون همه اون چیزی که در اختیار خودش بوده رو به کار گرفته، یعنی توانمندی هایی که داشته رو کاملا به کار گرفته، توانمندیش کمه. اگه سرمایه می‌داشت ثروت بیشتری جذب می‌کرد، یا مثلا اگر استعداد بیشتری می‌داشت، اگر هوش و حافظه بیشتری می‌داشت در راه‌های دیگه می‌رفت. اینجوری که باشه دیگه اون وقت از طرف خداست و باید تحمل کنه و صابر باشه. حالا اتفاقا از همین مسئله آخری که از فلش شهر فرمودید بپرسم. خب ممکنه یک نفر بگه که من رزق و روزی میتونه زیادتر باشه اگر خود من به من این استعداد رو میداد. خب به من این استعداد رو نداده، تو جای خاصی هم به دنیا اومدم که این امکان برام نبوده و به همین خاطر رزق و روزیم کمتره. اینو قبلا بحث داشتیم، بحث کردیم که از طرف خداوند متعالیش کمبودی نیست. این نقص استعداد، نقص هوش و حافظه، این معلولیت جسمی حرکتی، این معلول علل و اسباب دیگری است و خدا اینو نخواسته تشریعاً. ولذا کسانی که باعث این کار شدن خدا تنبیه خواهد کرد. خدا نمیخواد کسی حافظش کم باشه، استعدادش کم باشه. آدم و حوا که خدا خلق کرد همه کامل کامل، هیچ کمبودی نداشتن. این کمبودها از جاهای دیگه نشأت گرفته، یک. و دو، معیار انسانیت انسان این نیست که حالا بخواد پول بیشتری در بیاره یا خوشتر زندگی بکنه، مرفه تر زندگی بکنه. معیار چیز دیگه است. حالا شما تقوا رو گفتید، علم هست، پاکی هست، عبادت، ایمانه و افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون. جهاد در راه خداست. حالا این جهاد هر به هر شکلی که باشه، جهاد المعره حسن و تبعال، این جهاد چه داره میکنه و پیش خدا عزیزه، در مسیر کمال همیره بالا. چه بسا این کسی که درآمدش مثلا فرض کن 100 تومنه، پیش خدا خیلی مقامش بالاتر باشه از اون کسی که درآمدش 100 میلیونه. چون اینا دیگه معیار نیست. معیار اینه که انسان اون
آنچه که در توان داره رو به کار بگیره. کمبودها رو هم به خدا نسبت نمیدیم ما، چون خدا نمیخواد نقصی وجود داشته باشه. چون قبلا بحث کردم بنده، شاید 3-4 محور رو مطرح کردم، دیگه تکرار نمی کنم. یه سوالی مطرح میشه در رابطه با این که خب بعضیا در کسب و کار خودشون متوسل به راه‌های نادرستی میشن. حالا چه میدونم، مثلا رشوه میدن خدا نکرده، یا فریبکاری میکنن، غش در معامله میکنن. به هر حال یک موارد اینچنینی براشون پیش میاد و اینها یک پول زیادی رو به دست میارن. آیا اون به مفهوم رزق و روزی است که خداوند نصیبشون کرده، یا اینکه نه اون از دایره رزق و روزی خداوند خارجه؟ نه، معنی روزی هست، معنی رزق هست، منتها رزق حرامه. در واقع داریم که این براش مقدر شده بود، یعنی این روزی رو خدا براش رقم زده بود، منتها این به جای اینکه بخواد از راه حلال به دست بیاره، از راه حرام به دست آورد، یک گناه رو فقط تو نامه عملش نوشته. یعنی اینو به دست می آورد، فقط خودش مسیرشو خراب. بله بله، آنچه که به دست آورده روزیش بوده و حتما به دست می آورد. تنها کاری که کرده آنچه که میتونست از راه حلال به دست بیاره، باعث تکاملش بشه، باعث بهش رفتنش بشه، همون از راه حلال حرام به دست آورده، فقط همین. یه داستانی داره مربوط به امیرالمومنین، اگه اون داستانو میفرمایید. درتون در حد استر رو داره، من دست کسی رفته بودن اومدن و دیدن که بله بله، اون داستانو بفرمایید، از زبان شما خوشتره. از خودم که جزئیاتش همین بود که حضرت عهد کرد، با خودش نیت کرد بود اینو در راه خدا انفاق بکنه، داد دست این شخص، این شخص هم ظاهرا پالان اون رو برداشت برد و فروخت و خلاصه پالان برگشت اومد و حضرت اون پولش میخواست انفاق کنه به این شخص رو، و نزه هم پولش حضرت میخواست بهش ببخشه، پول پالان شطور رو گرفت. بعد حضرت رفت بازار، پالان اون مرکبش رو خرید، آورد گذاشت و اون شخص گفت که من این پول عهد کردم که به تو بدم، اما به خاطر عدم توجهت این حرامش کردی. آره، تو رفتی اینو دزدی کردی، پالان دزدیدی، بردی بازار فروختی، همون پولی که من خواستم برام پالانو بخرم بیارم، من اون عهد کردم که به تو ببخشم. وقتی که برمیگاشتم که مرکب را از شما بگیرم، خواستم به شما بدم، شما فقط تنها کاری کردی اونی که من خواستم بهت بدم رو از طریق حرام به دست آوردی. چون میخوام استفاده بکنم از این فرمایش حضرت علی و این داستانی که اشاره فرمودید به این که ما رزق و روزیمون اون چیزی که باید سهممون باشه سهممون هست. بله. اما گاهی با کارهای خودمون، با مثلا زرنگ بازی خودمون کار رو خرابش میکنیم، در حقیقت حرامش میکنیم، مگه نه همون رو به دست میاریم؟ کاملا درست. خب عرض خدمت شما که عزیزان، اگر شما سوالی دارید، چون من مجموعه سوالات رو دستبندی میکنم که از حاج آقا بپرسم، اگه سوالی دارید میتونید پیامک بزنید به 3014 و به ما بگید که نگاه خود شما در این باره چیه؟ آیا شما هم نگاهتون به رزق و روزی اینطوریه؟ رزق و روزی رو محتوم میدونید؟ خودتون کسب و کارتون چطوریه؟ چی کار میکنید برای رونق کسب و کار خودتون؟ و یا اینکه فکر میکنید تلاشتون رو کردید اما اتفاق خاصی نیفتاده؟ پیامک بزنید به 3014، ما رو همراهی کنید در برنامه شهر باران که انشالله بتونید پاسخ برخی از پیامک های شما عزیزان رو از زبان حاج آقای محمدی بشنوید. یارا تو هم هوای ما دارا، تو هم بشو وفادارا، مرا دگر نگهدارا. محبوبم جانا به قلب ما تو سردارا، کنار ما بمان مانا، فقط به ما بگو جان. آتش تر باشا مرا به دامنت گیرا، بیار از آن جهان هر روز به یاد ما زلیخا را. فقط فقط تو را دارم، فقط تویی تو دلدارم، به جان تو گرفتارم جانم جان. بیا 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 بگو هوا هوای ماست، چرا چرا نگاه تو دعا برای ماست، مرا دعا کن. کجا کجا صدا کنم رسد صدای من، خدا خدا فقط به تو رسد دعای ما، مرا صدا کن. بیا بیا
باز مرا دعا کن. کجا کجا صدا کنم رسد صدای ما، خدا خدا فقط به تو رسد دعای ما، مرا صدا کن، مرا دعا کن، فقط دعا کن، مرا دعا کن. با شهر باران در خدمت شما عزیزان هستیم. پیامکاتون رو داشتم میخوندم به 3014. چون دو تا از پیامک برمیگشت به خود بنده، بذارید این رو بگم خدمتون، بد نیست. دوستان از 0919-86-72 گفتن که فکر مجری کاملا مادی است، یکم مادیات رو کنار بذارید. والا حقیقت سوالاتی که مطرح میشه برایند سوالاتی است که عزیزان بیننده مطرح میکنن. ما به نمایندگی از مخاطبان این سوالات رو مطرح میکنیم. حتی بعضی از اونها رو در گفتگو با کارشناس برنامه پاسخاش رو هم داریم، منتها به خاطر اینکه این بحث میبایست در قد سوالات شما پاسخ داده بشه طرح میشه، لزوما به معنای نیست که حتما من این موارد رو بهش معتقد هستم یا نه. بعدم یک سوالی دیگه، یه نکته دیگه رو گفته بودن که من از خود حاج آقا هم بپرسم. گفته بودن که چرا شما خود مجری ها فقط کار بلد نیستید انجام بدید، فقط دارید حرف میزنید، یه نوع شغل، اینا دقیقاً شغل تلقی نمیکنن. حتما عرض بکنم ارتزاق کاری من خب تونش های فنی مهندسیه و اینجا ادای دین داریم به ساحت رسانه و حوزه فرهنگ. اما با این وجود میخوام از حاج آقا بپرسیم که آیا مشاغل برای جلب روزی ویژگی خاصی داره؟ یعنی مثلا اگر کسی که خبرنگاره، اگر کسی که استاد دانشگاه است، اگر کسی که واعظه، اگر کسی که چه میدونم نویسنده است، اینها جزو شغل حساب نمیشه؟ روزی اینها روزی حلالی نیست، یا اینکه نه حتما بعد کار بکنیم و بیل بزنیم و این صحبت ها؟ نه طبعا اینا که محسوب میشه شغل، و شغل‌های گاهی هم شغل‌های شریف‌تری هم هست. بس کردم که شغل‌ها گاهی حرامه، گاهی مکروهه و گاهی مباحه و گاهی مستحبه و گاهی واجبه، حالا بر حسب اینکه واجب کفایی البته، نه واجب عینی. این درجه بندی در بین شغل‌ها هست. اما شغل‌هایی که کار فرهنگی باشه، اون شغل‌ها شریف‌تر از بقیه شغل‌هاست. بس خودم که برای اینکه انسان قبل از اینکه بخواد حیوان باشه انسانه، اون کسی که انسانیت انسان رو تغذیه میکنه، خوراک برای انسانیت انسان فراهم میکنه، این شغلش انسانی تره تا کسی که خوراک برای حیوانیت انسان فراهم میکنه. کارهای فرهنگی که شما اسپردید، کار مثلا خبرنگار، کارهای رسانه، کارهای خدمت شما از کنم که حوزه دانشگاهی فرهنگی، این نویسندگی دانشگاه، اینایی که کار علمی و فرهنگی میکنن، در واقع به همون اعتبار که کار علم شریفه، کار اونها هم شریف میشه، شغلشون هم شریف میشه. منتها اینجا حالا باز در این که کدام پیش خدا عزیزترن، بر حسب این که اون دوتا نکته که عرض کردیم، حسن فعلی و حسن فاعلی. اینجا حسن فعلی هست، بدنه کار خوبه، کار فرهنگی پیکرش خوبه، اما با چه نیتی من این کار انجام میدم، اون باز بحث دیگه است که خیلی مهمه. چنان که در کارهای شغلهای مادی هم اینجوری است، وقت کشاورز مثلا فرض کنید که قربت الله داره کشاورزی میکنه، اون ثواب هم داره، عبادته، نانوا داره قربت الله نان میپزه، خود پختن نان علاوه بر این که درآمد داره، روزش به دست میاد، ثواب هم داره، عبادت هم محسوب میشه. یه وقت نه برای خدا نیست، برای انگیزه های دیگری هست، اون دیگه ثواب نداره. کار من و شما هم اینجوریست، اگه این کاری که انجام میدیم انگیزه های الهی داشته باشه، این میشه عبادت و ثواب داره و خیلی هم ثواب داره. اگه انگیزه الهی نداشته باشید ثواب نداره، یه کاری مثل بقیه کارها. بسیار عالی، بالو شریف‌تر. یه پیامکی اومده که فکر می‌کنم آقا بد نیست اصلا از این زاویه هم بحث رزق و روزی رو نگاه بکنیم، هرچند بخشی رو در برنامه قبلی خدمت حضرت به نوعی بهش پرداخته شد. ببینید آقای علیرضا جمالی در پیامکی که زدن گفتن که اشاره کردن به این آیه و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنكا، و استنباط بنده از پیامک ایشون این بوده که آیا ما میتوانیم اینطوری نگاه بکنیم اون کسی که رزق و روزیش کمه، دچار تنگی معیشته، این یعنی از چش خدا افتاده؟
نه این در تفسیرش من اعز عن ذکری فین الله معیشت زن کابا نحشر هو یوم قیامت اعما، این در تفسیرش داره که این معیشت زن در واقع همون عذاب قبر و فشار قبره، نه معیشت زن که در دنیا، این تنگی معیشت مقصود نیست، نه اون سختی عالم برزخه در واقع، اون فشار قبر و عذاب قبر این معیشت زن. حالا اگر از این تفسیری که در روایت داریم از اهل بیت علیهم السلام داریم که منظور از این معیشت زنگ از عذاب قبره، اگر از این صرف نظر کنیم میتونیم بگیم در روزی‌های معنوی کاملا این مطلب درسته. اگر کسی از یاد خدا اعراض کرد حتما روزی معنویش تنگ خواهد شد، حتما روزی معنویش کم خواهد شد. چرا؟ چون یاد خدا خودش بزرگترین روزی معنوی است. ما در بین رزق‌های معنوی رزقی بالاتر از یاد خدا نداریم. حالا کسی اومد با سوء اختیار خودش این رزق رو از دست داد، اون دایره رزق معنویش رو با دست خودش تنگ کرده. معیشت زنگ یعنی زندگی تنگ و سخت و طاقت فرسا، فارسی معنی فارسیش این میشه که عرض کردم در تفسیر داره که مراد اون عذاب قبره. اما اگر از این تفسیر صرف نظر بکنیم در رزق معنوی کاملا درسته که هر کس از یاد خدا اعراض کرد قطعا روزی معنویش بسیار تنگ و سخت و طاقت فرسا خواهد شد. 0903 چهار شماره آخر 4353 گفتن که من همیشه دنبال روزی حلال بودم اما همیشه گرفتارم و الان هر دو فرزندم هم تو زندان هستن. خب روزی حلال مگه نمیبایست نتیجهش بیاد به این که افراد حداقل از گرفتاری نجات پیدا کنن، یا اینکه بچه هاشون مثلا توی مسیر اشتباه قرار نگیرن؟ این مشکل از کجاست؟ خب ایشون نیتش خوب بوده و کارش خوب بوده، اما برای به دست آوردن روزی حلال علل و اسبابی رو باید انسان انتخاب بکنه، باید از راهش وارد بشه. آیا راهش وارد شده؟ آیا اون چیزی که باعث تنگی روزی میشه در زندگی ایشون نبوده؟ ما یکی دو برنامه ای که راجع به این مطلب صحبت کردیم روایات فراوانی داریم از پیغمبر، از امیرالمؤمنین علیه السلام. من گوشه‌ای از این روایات رو در برنامه‌های گذشته گفتم، ولی برای اینکه مستند باشه روایتی رو من از خصال مرحوم شیخ صدوق می‌خونم خدمت دوستان، البته بخشایش چون روایت خیلی مفصله، از آقا امیرالمؤمنین علیه السلام که درباره این که چه چیزهایی باعث فقر میشه. مثلا حضرت فرمود که گذاشتن تار عنکبوت تو خونه که مراعات نظافت نکردن، از اینا رو من نمیگم چون الان مبتلا به نیست. اون بخشش که مبتلا به هست و بیشتر مورد توجه هست، مثلا میفرماید که والیمین الفاجره یورث الفقر، فقر قسم دروغ باعث فقر میشه، زنا همینطور، اظهار الحرص که انسان حرص رو آشکار کنه، حرص ببرزد، این باعث فقر میشه، خوابیدن بین نماز مغرب شکلبت این باز مورد نداره، خواب قبل از طلوع شمس باز کمتر مورد داره، و اعتیاد الکذب یورث الفقر که انسان عادت به دروغ داشته باشه، اینا علل و اسباب معنوی که باعث فقر میشه، کثرت الاستماع الی القناء که انسان موسیقی زیاد گوش کنه، البته منظور موسیقی حرام هست، اما حالا اینجا داره کثرت الاستماع، استماع الی القناء، این باعث فقر میشه. یه چیزی هست که ما یه ریزکاری های تو زندگی هست که انسان توجه نداره، کی فکر میکرد که مثلا زیاد موسیقی گوش کنه ممکنه که باعث فقر. اینا برای مؤمنین ها، نه برای غیر مؤمن. چون اتفاقا میخواستم همین رو بپرسم، الان هستن کسانی که اتفاقا موسیقی بعدش هم گوش میکنن، غنا گوش میکنن، اصلا دست به کار همین هم هستن. الان تو دنیا نگاه میکنیم اتفاقا از نظر مالی هم بسیار بعضیشون خوبه. بله اینو قبلا هم صحبت کرده بودیم، این بحث رو داشتیم. داره که میفرماید که رد و سائل و ذکر باللیل، اگر مرد سائلی شب اومد در خونه انسان ناامید برش گردونه، این باعث فقر میشه و گاهی هم باعث بلا میشه. اون بلایی که سر فرزندان حضرت یعقوب اومد و حضرت یوسف اینا به خاطر این بود که فقیر اومد در خونه حضرت یعقوب، روزیدار گرسنه و چیزی بهش ندادن و جبه نازل شد به حضرت یعقوب، آماده بلا باش که بلا داره نازل میشه. این نکته مهمی است، ترک و تقدیر فی المعیشه، این کسان در زندگیش حساب و کتاب نداشته باشه، بعضی عقل معاش نداشته باشه، عقل معاش اندازه‌گیری نداشته باشه، برنامه‌ریزی نداشته باشه، دخل و خرجش با هم نخونن. بر احوال آن مرد باید گریست که دخلش بود 19 خرج 20، حالا یه دخلش بخواد 10 باشه و خرجش 20 که دیگه خون گریه کرد.
این تقدیر معیشت تو بعضی از روایات داریم که از ارکان کمال تقدیر معیشته. اینجا از این فرمانده که عدم تقدیر معیشت باعث فقر میشه که انسان در زندگیش برنامه نداشته باشه، حساب کتاب نداشته باشه. قطیعت الرحم، قطع رحم باعث فقر میشه. و از عمر حضرت فرمود میخواد که بهتون خبر بدم چیزهایی که باعث زیادی روزی میشه. راوی عرض کرد بله. فرمود الجمع بین الصلاتین یزید و فرزق. دو تا نماز با هم جمع کنید، نماز مغرب و عشا و نماز همین کاری که شیعه میکنه. این باعث جلب روزیه، این باعث زیادی روزی میشه. حضرت فرمود، فرمود که الا انبئکم به ما تزید و فرزق، زیاد میکنه روزی رو. تعقیب بعد القدات یا قدات، بعد از نماز صبح انسان تعقیب بخونه، این باعث وسعت روزی میشه. و العصر صلت الرحم یزید و فرزق، کسر الفنا خونه رو جارو کردن، تمیز نظافت باعث وسعت روزی میشه. مواسات الاخ فی الله، برادران دینی با هم مواسات داشته باشن. اگه مثلا رفت خرید مغازش، برادری مراعات بکنه. مواسات در همه زمینه ها، این باعث وسعت روزی میشه. و البکور فی طلب رزق، صبح زود بره دنبال طلب روزی. و استغفار، اینا ما قبلا هم گفته بودیم، و استغفار یزید و فرزق، استغفار باعث زیادی روزی میشه. و استعمال الامانه، امانت داری باعث وسعت روزی میشه. قول الحق، قول حق گفتن. اجابت المؤذن، از آنگو که میگه الله اکبر ما میگیم الله اکبر، میگه اشهد ان لا اله الا الله ما هم همراهش بگیم. ترک الکلام فی الخلا، تو دستوی که نشسته سخن نگید، صحبت نکن. ترک الهرس باعث وسعت روزی میشه. اجتناب الیمین الکاذبه، از دروغ، از قسم دروغ پرهیز کن. و الوضو قبل طعام، قبل از غذا انسان وضو بگیره. اکل ما یسقط من الخان، چی که میریزه اونها رو انسان بخوره، دور نریزه. و من سبح الله کل یوم 30 مره، هر کس هر روز 30 بار سبحان الله بگه. خب خیلی فراوان هست که من میخوام همشو بخونم طول میکشه. اینها رو اگه دقت کنیم ببینیم که دو دسته عوامل هستن، عوامل مادی، عوامل معنوی. عوامل معنوی، خب ما که میگیم روزی ما تنگه، به هر دری میزنیم، ببینید که از این ریزکاری ها اون وسط هست. اون اگه دقت بشه میبینیم مثلا یه گناهی تو زندگی انسان هست، یا یک بی‌برنامگی، یا یک عرض کنم خصلت بد، یا از اون طرف خصلت های خوبی هست که اینها، حالا من دیگه اون دعاها و نمازها و اونا رو دیگه حذفش کردم که قبلا هم اشاره کرده بودیم جلسات پیش. بنابراین این برادر محترم یا خواهر محترم، برادر ظاهرن، بله، باید یک چکاپ بکنه تو زندگیش، ببینه که گیر کار کجاست، مشورت کنه، تحقیق کنه، بررسی بکنه، بعد هم توکل به خدا بره جلو، ان شاءالله حل میشه. به نظر میاد خب این پاسخ عزیز علی پاسخ این عزیز بینندمون باشه. 0911 چهار شماره آخر 5013 که گفتن بعضی از فقرها به خاطر گناهان است، و آیا درست است که خداوند به واسطه گناه نعمت‌هاش رو می‌گیره؟ طبیعیه که اینجوریه. بله. فرمایش از تالی هم بود. بله. یک پیامکی داشتیم، بفرمایید اینم من براتون بگم. 0910 5298 گفتن من مدت زیادی روش ریاضتی رو با حذر از شبهات انجام دادم، اما هم دعا مستجاب نشد، هم زندگی خودم نابود شد، الانم زندگی متوقف کرد. بله. چند تا نکته اینجا هست. اول اینه که شما این کار رو برای چی میکردید؟ این پرهیز و این ریاضت و اینها، اگر ریاضت برای این بود که به کشف و کرامت برسید، اگر ریاضت برای این بود که بخواید به نون نوا برسید، خب از همون اول شما مشرکانه عمل میکردید، از همون اول کج میرفتید. این در واقع شما خدا رو نمیپرستیدید، خودتون رو میپرستید، نفس پرستی میکردید. وقتی کسی که ریاضت میکشه برای اینکه بخواد به کشف و کرامت برسه، در واقع در نفسش میپرسته، ریاضت میکشه برای اینکه. پس نکته اول اینه که شما از اول ببینید که الان از این سوال انسان اینجوری میفهمه که ریاضت میکشید تا اینکه دعاش مستجاب بشه، ریاضت میکشید برای اینکه مثلا به کشف و کرامت برسه، به تیول عرض برسه، حالا که نرسیده میگه پس چی شد؟ شما پس اون نیته مشکل از اونجاست. شما برای خدا باید کار میکردید، اگر روزی میگرفتید، اگر
کاری که انجام میدید باید برای خدا میشد. نکته دوم اینکه خود ریاضت یعنی چه؟ اگر ریاضت غیر شرعی بوده خب شما اینم باز اشتباه کردید. ما ریاضتمون روزه هست. چه نیست ما دور خودمون یه خط میکشیم 40 اونجا تو اون خط میمونیم هر روز مثلا یک مغز بادام میخوریم برای اینکه نفسمون بله انسان به خارق عادت میرسه اما آیا این درسته نخیر؟ کارش حرامه. از خدا فاصله گرفته، ریاضت کشیده، اما ریاضتی که اون اول که عرض کردم حسن فاعلی نداشت، این که عرض کردم چی الان دومی حسن فعلی نداره. این دو تا باید با هم باشه. هم کار باید کاری باشه خدا گفته حسن فعلی داشته باشه، کار زیبا باشه، هم باید قصد انسان قصد خوبی باشه. نباشه معلومه که انسان به مقصد نمیرسه. مطلب بعد این که نکته سوم اینه که خودشون باید بررسی بکنیم ببینیم گیر کار کجاست. قطعاً یه جای کار، حالا این دو تا که من عرض کردم هر دوش گیر بوده، هم نیت درست نبوده، هم خود روش، هم ممکنه روش اون کار درست نباشه. چون نوشته ریاضت، اگه اون ریاضت هاییست که مرتضی هندی میکشن، ریاضت هایی که بعضی از فرق دیگه مسلمان میکشن، اونا ما قبول نداریم. این که انسان بخواد مثلا فرض کنید که خودشو در شرایط سختی قرار بده که حالا دیگه من نگم بهتره، اونا رو ما قبول نداریم. ما بالاترین ریاضت رو روزه میدونیم، اونم روزهایی که روزش حرام نیست، روزهایی که روزش مکروه نیست. بالاترین عرض کنم روحانیت اسلام رو ما همون حج و اعمال این گونه میدونیم، زیارت میدونیم. بنابراین بعد اول سوال کرد این ریاضت که شما میگید چی بوده و ثانیا نیت شما چی بوده. نیت رو از خود سوال برمیاد که نیت درست نبوده، اما ریاضت رو ما نمیدونیم چه ریاضتی بوده. یه بررسی باید بشه ببینید گیر کار کجاست. 0936 4 شماره آخر 4584 که فکر میکنم برمیگرده به اون فرمایشات ابتدایی شما که فرمودید خداوند حساب کتاب داره و هر چیزی به اندازه است، میگن خب این آیه 28 سوره مبارکه نور که والله یرزق من یشاء بغیر حساب یعنی چی و منظور از روزی بی حد و حساب چیه؟ اصلا وقتی که بحث خدا مطرح میشه ما باید بدونیم که خدا حکیمه و خدا عادله و خدا همه کارهاش در عین عدالت منطقه. ما اگه بودیم وقتی میگفتیم آنچه دلم میخواد بدون حساب، معناش اینه که منطقی پشتش نیست، حکمتی پشتش نیست. مثلا فرض کن که یه پولی به یه نفر میده، به یه ظالمی پول میده، بهش میگه چرا میگه دلم خواست؟ منطق نداره که این آدم ظالم، آدم فاسق، آدم گناهکار چرا بهش پول دادی؟ میزن تو گوشی یه نفر، بهش میگه چرا زدی؟ میگه دلم خواست. آیا خدا هم اینجوریست؟ یرزق من یشا، این من یشای خدا مثل من یشای ماست؟ مال ما دلم خواست یعنی منطق نداره، یعنی گتره ایست، یعنی دنبالش دلیل و حساب و کتاب نیست. اما خدا اینجوری نیست. مشیت خداوند عین حکمتشه، کاملا منطبق بر حکمتشه. بنابراین روزی به کسی میده که حقشه که روزی بهش داده بشه. به غیر حساب هم معناش اینه که مثل بقیه موارد نیست که در چارچوب حساب و کتاب باشه. یه وقت مثلا میگه که هر کس این عمل انجام بده، هر کس یک حرف از حروف قرآن تلفظ کرد 10 حسنه بهش داده میشه. اینجا حساب داره، به میزان انسان بهره میبره که عمل کرده باشه. یه وقت میگه نه، یه وقت فصابرون اجرهم به غیر حساب. اونجا اینجا نیست که بگه 10 تا حسنه به صابر میدیم، 1000 تا حسنه به صابر میدیم، یعنی در چارچوب حساب نیست. اما عیناً اونم باز حکیمانه. پس به غیر حساب خدا هم چی شد؟ کاملا حکیمانه شد. این دو نکته که عرض کردم هر دوش مهم بود. ما چون خودمون وقتی میگیم دلم خواست، دل بخواه ما بی منطقه، خیال میکنیم دل بخواه خدا هم بی حکمت و بی منطقه، در حالی که اینجوری نیست. بذارید یه پیامکی بخونم براتون ها جواب نظرتون هم جویه بشم. 0912 4 شماره آخر 5850. حالا چون موضوعش مشابه خدمتون عرض می‌کنم، گفتن من 5 سالی که کارمندم اما حقوق دریافتیم کفاف زندگی رو نمیده، اما در کار چوب حرفه‌ای هستم. آیا میشه با تکیه به استعدادم در کار فنی کار اداری رو رها کنم؟ حالا این از این جهت پرسیدم که خب عده‌ای میگن ساختار اداری یک روزی مشخص داره، سر ماه محدودم هست، اما روزی پربرکت تو کسب و کار آزاده. آیا چنین نگاهی درسته یا نه؟ نه، اینکه روزی پربرکت اونجاست نه، اما اینکه اونجا زودتر انسان به پول میرسه درسته. در شغل آزاد اگه بخواد بگیره یک سال مثلا
به جای میرسه. اما این نه، 30 سال کار کرده، 30 سال خدمت کرده، به اندازه 5 سال کار آزاد ممکنه که درآمد کسب نکرده باشه. خب رزق روزیش وسیع‌تره دیگه در کار آزاد. نه مشخصش نمیشه گفت روزی هست. روزی ما تعریف دیگه برای روزی کرد. بله. من نسبت به ایشون عرض می‌کنم که شما الان باید برید مشورت کنید، مطالبه کنید، بررسی بکنید، همه این کارا رو بکنید. اگه به نتیجه رسیدید شغلتون عوض کنید. اگر نرسید آخرش باز سر دوراهی گیر کردید و هنوز باز هم در تحیر بودید، میتونید با استخاره مثلا با خدا مشورت کردن میتونید مشکل رو حل کنید. ولی قبل از اینکه بخواد متوسل به استخاره بشه باید حتما مراجعه بکنه، مشاوره داشته باشه و تحقیق بکنه، زیر و بم کار رو بالا و پایین کار کاملا مطالعه بکنه، بیگدار به آب نزنه. 0912-377 شماره آخر 81. از این پیامکان باز حاجی زیاد داریم که میگن ما هر چی تلاش میکنیم به جایی نمیرسیم، در حالی که شما میفرمایید لیس للانسان الا ما سعى، به تاسیس از خدایات قرآن. این که به جایی نمیرسید حتما دلیل داره. هر چی تلاش و کوشش بر نمیگرده، یعنی که مسیرش اشتباهه. این یک تلاش و کوشش علت تامه نیست. تلاش ما که از علل هست. این سعی و تلاش ما خودش علت هست، اما علت تامه که نیست. 10 تا 20 علتی هم در کنار این علت هست و گاهی ممکنه مانع جلو راه ما باشه. این سعی ما اقتضاش اینه که انسان به یه جایی برسه. یه گناهی، یه اشتباهی، یه عدم مصلحتی، این وسط هست که مانع به بار نشستن این تلاش میشه. پس ما وظیفمون باید انجام بدیم و در حد توانمون مطالبه کنیم ببینیم مانع کار کجاست. اگر مانع از طرف ماست، مثلا فرض کنید گناه هست، یک سوء نیت، یک نمیدونم اسایه نسبت به پدر و مادر، یک قطع رحم، اونا که خوندم، اینا رو مطالبه کنیم. اگه اینها در زندگیمون نبود، اون وقت علل قاعده باید مشکلی نباشه. تلاش یکی از علل بود، علل و اسباب مادی و معنوی دیگر هم بود، علل قاعده باید نتیجه بده. اگه نتیجه نداد حتما یه جای کار گیره، یا مقتضی موجود نیست یا یه مانعی وجود داره که جلو اقتضا رو گرفته. این دو تا رو باید بررسی کرد و برطرف کرد. بسیار عالی. خب این بخش هم به پایان رسید. منتظر پیامک های شما هستیم. پیامک بزنید به 3014. باز هم سعی می‌کنیم سوالات شما رو طبقه بندی کنیم و از مهمان برنامه بپرسیم. امیدوارم که مشکل شما هم حل بشه. شما عزیزی که پیامک زدید و گفتید که به ما یه راهکار بدید که ما رزق و روزیمون زیاد بشه. در دل همین گفتگوها به نظر میاد برمیاد که ما میبایست مسیر خودمون رو اصلاح بکنیم در حوزه برنامه‌ریزی، در حوزه در قطع چه علل مادی و چه علل معنوی. ما رو همراهی بفرمایید با شهر باران. يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم. با شهر باران در خدمت شما هستیم. بخش پایانی تقدیم حضور شما عزیزان میشه و بحثمون در رابطه با رزق و روزی بود، مبنی بر این که چیکار بکنیم رزق و روزیمون زیاد بشه. خب صحبت‌هایی رو شنیدیم از زبان کارشناس برنامه حاج آقای محمدی، مبنی بر این که علل مادی و علل معنوی داره، میگه همه اینها رو در کنار هم دیگه بررسی بکنیم. حالا پیامک‌های شما رو من دارم میخونم که قرار شد به این هم بپردازیم. پرسیدن که آیا بد اخلاقی باعث کم شدن روزی میشه؟ بله، چون داشتیم که خوش نیت بودن و اصلا خود خوش اخلاقی آثار و برکاتی داره که از مهمترین هاش بهشتی شدن انسان هست. در واقع داریم که پیامبر میفرماید شب معراج من دیدم که بیشترین اهل جهنم بد اخلاق ها هستن و بیشترین اهل بهشت خوش اخلاق ها هستن. بله، حسن خلق در وسعت روزی و این هم چیز طبیعی است. وقتی انسان بد اخلاقی میکنه، شما یک کاسب بد اخلاق در نظر بگیرید، اون بیشتر مشتری داره یا کاسب خوش اخلاق؟ همینطور در بقیه شغل ها به لحاظ ظاهری همین مطلب حتما تاثیر داره، تاثیر باطنی هم داره.
سوء خلق. از این جهت من پرسیدم چون بعضی از پیامک‌ها بود موضوعشون بود که ما مدیرانی داریم حالا در حوزه کسب و کار خارجی، میگم مدیرانی داریم که اینا خیلی آدمای بد اخلاقی هستن ولی خب خیلی وضع مالیشون هم خوبه. خب باز نباید ما اینا رو علت تامه بگیریم که یه علت هست در کنارش ده ها علت دیگه هست. بله ممکنه بد اخلاق باشه اما از اون طرف عقل معیشتش درست باشه، از اون طرف کار و تلاشش بیشتر باشه، از اون طرف خصلت های زیبایی داشته باشه، خدا به خاطر اون خصلت ها روزیشو زیاد میکنه. آیا سحر و جادو روزی انسان رو زیاد میکنه؟ تو پیامک هامون هست که 0912-423 دو شماره آخر 51. نه خیر، سحر و جادو روزی انسان رو کم میکنه، دعا روزی انسان رو زیاد میکنه. آ از راه هایی باعث وسعت روزی میشه، اما سحر و جادو فقط نقش منفی داره. سحر جادو اگه کسی بخواد کسی رو جادو کرده باشه، سحر کرده باشه، بله تأثیر داره در این که به کارش گره بیفته و روزیش کم بشه. چون قبلا راجع به سحر ما مفصل صحبت کردیم، اگه دوستان یادشون باشه دیدن که سحر از گناهان کبیره بود و سحر نمیتونه روزی انسان رو زیاد بکنه که انسان بخواد از طریق سحر دنبال کسب روزی باشه. بله با دعا میشه این کار کرد. 0912-7915 گفتن آیا خوندن نماز شب برای افزایش روزی شرکه؟ شرک نیست اما ضعف نفس هست. چون عبادت کننده ها به چند گروه تقسیم میشن. یه عده نماز میخونن برای بهشت، نماز میخونن برای اینکه حاجتشون بده، حاجتشون به حال دنیایی باشه یا اخروی. اینها در واقع بازرگانان، تجار هستن، عبادتشون عبادت تجاره. یه دست ترس جهنم خدا رو عبادت میکنن، اینا عبادتشون عبادت بردگان. یه دارم چون خدا رو دوست دارن خدا رو عبادت میکنن، خب این خیلی بهتره، عبادت احرار، عبادت احباب. یه دارم چون خدا رو شایسته عبادت میبینن خدا رو عبادت میکنن، این واس بالاتر از این، همینطور میره بالا. انواعی داره، عیبی نداره که انسان به طمعی خدا رو عبادت کنه، منتها طمع به خدا داشته باشه. این شرک حتی شرک خفی هم نیست. بله یه وقت شما نماز شب میخونی که برای اینکه دیگران خوششون بیاد و اونا خوششون بیاد، بعد فردا تو بازار درآمد بیشتری کسب کنی، این ریاست و شرک خفی است نه شرک جلی. این که انسان مهمانی داره نماز شب میخونه، خیلی هم با آب و تاب میخونه که مهمانی نماز شب رو ببینه که مثلا فلان مشکل اقتصادش حل بکنه، این شرک خفی است، این ریاست. شرک جلی نیست که انسان از دین خارج بکنه ولی عمل رو باطل میکنه. ولی یه وقت نه، نماز شب میخونه که خدا حاجتشو بده، حالا این حاجت چه دنیایی باشه چه اخروی باشه، این شرک اون به معنایی که ما گفتیم نیست. هرچند ضعف نفس هست، هرچند تو مراتب توحید اون مراتب بالای توحید نیست، ولی هیچ عالمی نیست که بگه این عبادت باطله، در حالی که اون عبادت باطل میکنه. اینکه برای خوش آمد غیر خدا انسان بخواد عبادت کنه قطعا اون عبادت باطله، ولی اینکه شما بخواد یه جزئیش رو، یک عمل مستحبی از نماز واجب رو شما به خاطر دیگران انجام بدید، کل نماز باطل میشه. مثلا قنوت یه ذره طول بدید، اگه اصلا قنوت رو نمیگرفتی نماز باطل نبود، اما یک ذره فقط قنوت رو طول بدید برای اینکه دیگران خوششون بیاد، کل نماز شما باطل میشه. اما این عمل که انسان برای بهشت خدا رو عبادت کنه یا برای جهنم سرش جهنم خدا رو عبادت کنه یا برای حاجت دیگه خدا رو عبادت کنه، هیچ عالمی از علماء اسلام نگفتن باعث بطلان عمل میشه. پس اگه منظورت از شرک اون شرک هاست نه، اما اگه منظورتون شرک عرفانیه بله. اگه معرفه بالای توحید منظور شما هست، توحید در محبت، توحید در عرض کنم که استعانت، اگه معرفه بالای توحید باشه حق با شماست. اما اگه نمره قبولی توحید باشه نه، اون حد نصاب توحید که توحید در ربوبیت باشه، اون این لطمه اون نمیزنه. اون مراتب بالای توحید بله، که انسان باید غیر خدا رو دوست نداشته باشه، اگر به جای خدا بخواد ثروت رو دوست داشته باشه یا چیزی از این قبیل، اون توحید در محبت رو مورد خشیه قرار میده. تا توحید در محبت انسان از دایره دین خارج نمیکنه، باعث بطلان عمل نمیشه. یه پیامک داشتیم که خیلی دقیق بود، حتما من خیلی تلگرافی صحبت کردم ولی مطالب خیلی دقیق بود. بله بله. از شبت خدمت شما که یه پیامکی داریم آقا، گفتن که در برخی از 0911 4 شماره 4940
گفتن که در برخی از روایات فقر چیز بدی شمرده شده، اما در برخی از روایات مثلا از امام صادق داریم که اگر کسی ایمانش میخواد اضافه پیدا کنه خداوند در معیشت او تنگی قرار میده. خب این به معنای فقر به معنای این که رزق روزی او خدا تنگ کرده؟ نه، ببینید فقر در مجموع مورد قبول نیست. البته نداشت باشن دوستان که فقر هم باز خودش فقر معناش فرق میکنه. یه وقت فقر الله است، خب این از بهترین حالات انسان هست. پیامبر فرمود الفقر و فخری، افتخار من فقره. اما این الفقر و فخری یعنی گدایی فخره، بیچیزی فخره، نخیر چه فخریست؟ کجاش فخره؟ این که انسان گرسنه باشه بس کنه؟ نه، کاد الفقر ان یکون کفر. فقر تا تا مرز کفر انسان رو پیش میبره. در واقع داریم که اگر فقر از یک در وارد بشه ایمان از در دیگه خارج میشه. پس فقر در مجموع مورد قبول اسلام نیست. یک فقر، اون فقری که پیامبر فرمود، اون فقر الله، اون بل افتخاره. چون هر چی که انسان به خدا نیازمندتر باشه معلومه که عظمت بیشتری داره، سعه وجودی بیشتری داره. شما یک پدر در نظر بگیرید، چند تا فرزند داره، یه پسر بزرگ داره که این پسر زن داره، بچه داره و یه عیال داره، یه پسر دومی داره مثلا فرض کن دانشگاه میره، مخارج دانشگاه داره، یه پسر کوچیکم داره مثلا فرض کن 3-4 ساله، همه اینها رو خرجشون رو پدر میده. کدومی که از اینها به پدر بیشتر نیاز دارن؟ این سه تا پسر طبقه بندی بکنیم، اون کسی که بزرگتره، بله، زن داره، بچه داره، عده‌ای هم فقرا رو هم پوشش میده، اون از همه به پدر نیازش بیشتره. چرا؟ چون بزرگتره، چون وسعت بیشتری داره. عیالوارتره دیگه بتنه. بله، پیغمبر که همه مخلوقات عیال پیغمبر محسوب میشن، او واسطه فیض خدا به همه عالم هست، از همه مخلوقات به خدا نیازش بیشتره. پس خداوند، پس پیغمبر فقرش نسبت به خداوند از من و شما خیلی بیشتره. چون من و شما فقط هم خودمون اداره بکنیم، پیامبر می‌خواد چیکار کنه؟ همه عالم رو اداره بکنه. این معنای مفهوم فقر به معنایی که مستلزم و فکر می‌کنیم نیست. نه، این معنای فقره که الفقر، این فقر افتخاره. چرا؟ چون حکایت از عظمت داره، حکایت از بزرگی پیامبر داره. اما اون که امام صادق علیه السلام فرموده که وقتی خداوند بنده دوست داره او رو فقیر می‌کنه، منظور همون بلاست. اذا احب الله عبدا غثه بالبلاء غصا و سجه بالبلاء سجا. این قوطه بر شدن در بلا به عنوان امتحان، این بله محبوبیت بنده رو میرسونه. در واقع خدا میبینه این بندش با فقر خیلی سریعتر به کمال میرسه. یه بار خدمت دوستان عرض کردم که خداوند بنده مؤمنش رو بالانس میکنه. اگه ببینید این بنده با فقر به کمال میرسه بهش ثروت نمیده، اگر ببینید نه، اگر ثروت بهش نده ایمانش از دست میده، حتما بهش ثروت میده. این تو روایت داریم به این شکل ها. خدا میبینه این بنده اگه بخواد دچار فقر بشه، این بنده مؤمن ایمانش از دست میده، خدا حتما به این بنده به اندازه کافی ثروت میده که ایمانش حفظ بشه. از اون طرف میبینه اگه این بنده رو بخواد ثروت زیاد بهش بده، این ایمانش از بین میبره، خدا اون ثروت بهش نمیده که این بنده ایمانش حفظ بشه. این دلیل بر محبت خداست نسبت به بنده. اما خدا میخواد بندهش فقیر باشه. اگه اینجا چرا انقدر دستور داده؟ من بعضی از روایات خوندم انقدر باید در زمینه تلاش در راه کسب روزی، این که انسان اگر در این راه بمیره شهید مرده، مغفور له مرده، انقدر از این روایات که من دارم اینجا نخوندم، اگر اینجوریست که فقر خوبه، پس چرا این همه دستور دادن کار کنید؟ این همه خود امام داره عرق میریزه، امام صادق نیاز که نداشت و کار میکرد. من اینجا تو پرانتز نکته هم از بخونم خدمت دوستان، کسانی که کارهای فرهنگی دارن، کارهای علمی دارن، اینا نمیتونن مثل امام صادق کار کنن، کار بدنی بکنن، کار عملی بکنن. چرا؟ چون اگه بخواد او یه منبر بره، بخواد یه کلاس سر کلاس بره، باید 10 ساعت مطالعه بکنه. اگه بخواد بره صبح تا شب عملی بکنه، دیگه نمیتونه منبر بره. امام صادق نیاز به مطالعه نداشت. آنچه میخواست به مردم بگه چیه؟ علم لدنی داشت. پس قیاس نکنن دوستان، بگن اینجا خب چرا علما نمیرن کارگری مثلا کار کنند و عرق بریزن؟ بسیار. خب چند دقیقه فرصت داریم تا انتهای برنامه؟ خب 2 دقیقه. من خیلی کوتاه از شما این سوال رو بپرسم، چون تو پیامک‌ها باز داشتیم، گفتن که اگر کسی با پارتی بازی حقوق بگیر بشه، 0917
4707 گفتم با پارتی بازی اگه کسی حقوق بگیره حقوقش حلاله؟ کارش حرامه. این خب پس که... رزق روزی هم که به دست میاره به نوعی متأثر از اونه. نه نمیشه گفت روزیش حرام چون کار میکنه مزد میگیره. این کاری که میکنه مزد میگیره اونو نمیشه گفت حرامه. نمیشه گفت که مال خودش نیست. اما اون کاری که کرده که پارتی بازی کرده اون کار حرامه. اون به عهده‌اش هست، اون باید اون حقی که ضایع کرده رو باید اون حقو ادا بکنه. اگه ادا نکنه در قیمت حقش رو خواهد گرفت. اما این حقوقی که میگیره این محکوم به حلیت اگه کارشو درست انجام بده و کار کنه. بسیار عالی، تشکر میکنم از میهمان بر...